نه خیر آقا، من نمیتونم بازنشسته بشم. من اگر بازنشسته بشم از گرسنگی میمیرم. سلام و درود خدمت شما همراهان حریم سلبریتی. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقای اصغر سمسارزاده متولد سال 1319 در تهران است و دیپلم دارد. پدرش تاجر بازار بود. دو برادر و چهار خواهر بودند که همگی در خارج به سر میبرند. وی از سال 1348 با فیلم امشب دختری میمیرد بازی در فیلم‌های سینمایی را آغاز نموده است. او بیش از 40 سال است که در این عرصه فعالیت می‌کند. از سال 1348 تا 1356 بیش از 20 فیلم بازی کرد، اما انقلاب و دگرگونی‌های پیش آمده او را نیز مانند بسیاری به حاشیه راند. اما همچنان سعی کرده با فعالیت‌های کوچک و بزرگ در این عرصه فعال باقی بماند. در مورد ممنوع الکاریش می‌گوید اتفاقی نیفتاده که من ممنوع الکار شوم. اکثر بازیگرها آن زمان رفتند و من ماندم. یا آقای اومد اداره تئاتر به نام حسین خانی. معاونش هم الان هنرپیشه معروفی است که نمی‌خواهم اسمش را بگویم. آنها ما را در اداره تئاتر خواستند و ما را ممنوع الکار کردند و گفتند حق ندارید کار کنید و یک حکم داد و گفت شما باید بروید و فقط می توانید در این تئاترها کار کنید. با این حکم اکثرا رفتند ولی باز من ماندم. 10 سال طول کشید تا اینکه یک مرد بزرگ باری من را خواست و گفت چرا کار نمی کنی؟ گفتم ممنوع الکارم. گفت من به تو میگویم کار کن. بعد کم کم آمدیم و کار تئاتر آزاد شد. تئاتری هم که اجرا کردم خیلی فروب. تازه فهمیدم مردم چقدر به ما احترام میگذارند و برای ما ارزش قائلند. در آن 10 سال که کار نکردم هر چه داشتم خوردم. از پس اندازم خوردم و هر چه داشتم فروختم و خوردم. او میگوید اتفاقی وارد دنیای طنز شدم و از این اتفاق بسیار خوشحالم. هنوز با عشق کار میکنم و هر روز مشتاقتر میشوم، چون دنیای هنر اونقدر وسیعه که هر چه بیشتر جلو بروی به عمق بیشتری دست پیدا میکنی. به هر حال هیچگاه از سر عادت کار نکردم و اگر روزی این احساس به من دست دهد قطعا مرگ هنریم فرا رسیده است. واقعیت این است که در حوزه تصویر خیلی نقش نمیگیرم. من بعد از انقلاب فقط در نقش‌های کوچک بازی کردم. دلیلش را هم نمیدانم. شاید هنوز با من مشکل دارند و میترسند از من استفاده کنند. آقای اصغر سمسارزاده در سال 1367 وقتی 48 ساله بود ازدواج کرد. یک پسر به نام سهند دارد. در مورد نام پسرش میگویند نام من را اصغر گذاشتند، کوچک و ریز. گفتم نام پسرم را سهند بگذارم، شاید چیزی بشود. در ادامه میپردازیم به وضعیت زندگی آقای اصغر سمسارزاده. قبلش ممنون میشم ویدیو را لایک کنید و کانالم را سابسکرایب کنید. خدا انشالله آقای کرباسی رو نگه داره. ایشون یه قبر در قطعه 88 هنرمندان برای من ثبت کردند. من اونجا دفن خواهم شد. البته اون قبر دیگه مال من نیست، که دیگه اونجا دفن شده. حالا من روی یکی دفن کنن خدا میدونه. حالا باز باید با خانواده اون تماس بگیرن، خانواده من، که آقا اجازه میدین 30 سال گذشته و اصغر سمسارزاده مرده، اجازه میدین دفنش کنیم؟ وگرنه خانواده من برای کفن و دفن منم دچار مشکل بودن. من خونه ندارم، اجاره نشینم. یه خونه 90 متری با رهن 350 میلیون تومان و اجاره 17-18 تومان که با آب و برقش میشه 20 میلیون دیگه. یعنی هرچی کار میکنم دارم میدم اجاره خونه و خدا رو شکر بازم تلاش کردم مردم رو میخندونم و خودم گریه میکنم. مهم نیست، ولی با گریه‌ای که تو دلم هست میرم شب روی صحنه مردم رو میخندونم. اگر این تئاتر نبود من چی کار باید میکردم؟ منی که 50-60 ساله دارم کار سینما تئاتر میکنم. من سال 1337 وارد تئاتر این کشور شدم. والا من مطرب نبودم، من هنرپیشه خوبی بودم. آقای اصغر سمسارزاده در پاسخ به سوال مجری که میپرسد آیا دوست دارید بازنشسته بشید؟ میگوید نه خیر آقا، من نمیتونم. من بازنشسته بشم از گرسنگی میمیرم. من 30 سال پول بیمه پرداخت کردم. یک دزدی در خانه سینما شد. من جز اون کسایی بودم که پولم از بین رفت. الانم در
رادیو صبح جمعه دارم کار میکنم 2 میلیون میگیرم. من باید 2 میلیون بگیرم. اصغر سمسارزاده باید 2 میلیون بگیره. مالیاتم کم میکنن میشه زیر 2 تومن. من با این 2 تومن نمیدونم چه کار باید بکنم. حقوق ثابتم همینه و علاوه اون 10 سال بیمه من. 20 سالش که سوخت شد. من 83 سال توی این مملکت زحمت کشیدم. اصغر سمسارزاده در حالی که اشک از چشمانش جاری است در پاسخ به سوال مجری که میگوید آقای سمسارزاده چرا با وجود تمام این سختی ها از ایران نرفت؟ چرا وایستادی؟ چرا سفت وایستادی و نرفتی؟ گفت کجا برم این آدمای خوب و کجا پیدا کنم؟ ایرانی ریشش پاکه، شیعه و سنی نداره. همه مسلمانیم. این چیزی که در گوش من خوندن و اسممو گذاشتن اصغر برای من مهمه. دلیلی نداره تظاهر کنم چیزی رو. من خیلی سختی کشیدم، الانم دارم سختی میکشم، ولی یک وجب از خاک این کشور رو به احدی نمیدم. خلیج فارس رو به کسی نمیدم، دریای کاسپین رو به کسی نمیدم. ارومیه رو باید 100 آب بریم بریزیم. بیاین یه سطل به من بدین در همین شرایط تا بریم با هم آب بریزیم. در واکنش به این اظهارات اصغر سمسارزاده، احسان علیخانی نوشت عمو اصغر، شما عزیز دلی، یه عمر دل مردم رو شاد کردی، افتخار دادی اومدی مهمان ویژه جوکر شدی 2 سال پیش. شما دستور بده همه کنارتیم، شما تو قلب همه مایی عمو اصغر و پرچمت بالاست، اونقدر که دل مردم ایران رو شاد کردی. سپاس از همراهیتون. تا حواشی بعدی در رابطه با سلبریتی ها، خدا نگهدار.